من خواب دیدم، من خواب دیدم که کسی می آید. من خواب یک ستاره قرمز دیدم و پلک چشمم هی می پرد و کفش هایم هی جفت می شوند و کور شوم اگر دروغ بگویم. من خواب آن ستاره قرمز را وقتی که خواب نبودم دیدم. کسی می آید، کسی می آید، کسی دیگر، کسی بهتر، کسی که مثل هیچ کس نیست، مثل پدر نیست، مثل انسی نیست، مثل یحیی نیست، مثل مادر نیست و مثل آن کسی است که باید باشد. فقدش از درخت‌های خانه معمار هم بلندتر است و صورتش از صورت امام زمان هم روشن‌تر و از برادر سید جواد هم که رفته است و رخت پاسبانی پوشیده است نمی ترسد و از خود سید جواد هم که تمام اتاقهای منزل مامال اوست نمی ترسد و اسمش آنچنان که مادر در اول نماز و در آخر نماز صدایش می کند یا قاضی القضات است یا حاجت الحاجات است و می تواند تمام حرف های سخت کتاب کلاس سوم را با چشم های بسته بخواند و می تواند حتی هزار را بی آنکه کم بیاورد از روی 20 میلیون بردارد و می تواند از مغازه سید جواد هر چه که لازم دارد جنس نسیه بگیرد و می تواند کاری کند که لامپ الله که سبز بود مثل صبح سحر سبز بود دوباره روی آسمان مسجد مفتاحیان روشن شود. آخ چقدر روشنی خوب است، چقدر روشنی خوب است و من چقدر دلم می خواهد که یحیی یک چهارچرخه داشته باشد و یک چراغ زنبوری و من چقدر دلم می خواهد که روی چهارچرخه یحیی میان هندوانه ها و خربزه ها بنشینم و دور میدان محمدیه بچرخم. آخ چقدر دور میدان چرخیدن خوب است، چقدر روی پشت بام خوابیدن خوب است، چقدر باغ ملی رفتن خوب است، چقدر مزه پپسی خوب است، چقدر سینمای فردین خوب است و من چقدر از همه چیزهای خوب خوشم می آید و من چقدر دلم می خواهد که گیس دختر سید جواد را بکشم. چرا من این همه کوچک هستم که در خیابان‌ها گم می شوم؟ چرا پدر که این همه کوچک نیست و در خیابان‌ها هم گم نمی شود کاری نمی کند که آن کسی که به خواب من آمده است روز آمدنش را جلو بیندازد و مردم محله کشتارگاه که خاک باغچه هاشان هم خونیست و آب حوض هاشان هم خونیست و تخت کفش هاشان هم خونیست چرا کاری نمی کند؟ چرا کاری نمی کند؟ چقدر آفتاب زمستان تنبل است. من پله های پشت بام را جارو کرده ام و شیشه های پنجره را هم شستم. چرا پدر فقط باید در خواب خواب ببیند؟ من پله های پشت بام را جارو کرده ام و شیشه های پنجره را هم شستم. کسی می آید، کسی می آید، کسی که در دلش با ماست، در نفسش با ماست، در صدایش با ماست، کسی که آمدنش را نمی شود گرفت و دست بند زد و به زندان انداخت، کسی که زیر درخت های کهنه یحیی بچه کرده است و روز به روز بزرگ می شود، کسی از باران، از صدای شرشر باران، از میان پچ و پچ گل های اطلسی، کسی از آسمان توپخانه در شب آتش بازی می آید و سفره را می اندازد و نان را قسمت می کند و پپسی را قسمت می کند و باغ ملی را قسمت می کند و شربت سیاه سرفه را قسمت می کند و روز اسم نویسی را قسمت می کند و نمره مریض خانه را قسمت می کند و چکمه های لاستیکی را قسمت می کند
و سینمای فردین را قسمت می کند و رخت های دختر سید جواد را قسمت می کند و هرچه را که باد کرده باشد قسمت می کند و سهم ما را هم می دهد. من خواب دیدم.